از این لحظه با شما همراه هستیم به مدت 1 ساعت و در این برنامه آقای سیاوش اوستا ما را همراهی میکنه. روی خط ما آقای سیاوش اوستای عزیز هستند با مطالب متنوعی که در این هفته برای شما جمع و جور کردن، مثل هر هفته البته، و با ایشون گپ و گفتی میکنیم ببینیم که چه بیدیوها و خبرهای جالبی برای شما تدارک دیدن. درود گرم به شما آقای سیاوش اوستای عزیز. درود بر شما مهماندار استاد سیروس شرفشای، شب خوش، حالتون چطوره؟ ولی من همیشه آقای سیاوش اوستا این اشاره رو به همه مادران و پدرانی میکنم که آورنده این حکومت هستند و در زمان پادشاه پهلوی در خیابانها فریاد ضد حکومت زدن و این رژیم رو روی کار آوردن، ولی حالا نباید در خانه نشین باشن بچه هاشون در خیابانها. همطور که بارها خواستم اینه که اونها هم وظیفه دار هستن، مدیون ملت هستن، مدیون این کشور هستن که در خیابانهای شهرهای مختلف راه برن بدون اینکه شعاری بدن و مشکلی برای خودشون بیافرینن، ولی اثرگذار میشه، این روی خطهای خبری قرار میگیره و دلگرمی زیادی برای جوانانی است که در خیابانها هست. و الان میدونیم که طرح تازه سپاه پاسداران اینی که خودشو با لباسهای متنوع غالب کنه، در کنار جوانان قاطی اونا بکنه، در گیریهای منطقه‌ای ایجاد بکنه و برای شاید بتونه از دست این تظاهرات راحت بشه. ولی وظیفه پدران و مادران نیست که امروز نظارگر باشن، باید تکلیف این رژیم رو در همین مسیر، در همین اقداماتی که جوانان دارن میکنن، جان خودشون رو در این راه در خیابان ها میذارن، اینو باید در حال متوجه باشن، اونها هم نقشی باید در این رابطه اجرا بکنن. بسیار ممنونم از شما که در این برنامه ما حضور پیدا کردین بار دیگر و درود گرم به شما. سپاسگزارم، با شما هستم مهربان یار. این از فوتبال اگه بخوایم شروع بکنیم، یه فیلم خیلی کوتاه 6 ثانیه و شهرتی داره. ما با دوستان نشسته بودیم فوتبال می‌دیدیم، بعد یه پیامی برای من اومد که جمهوری اسلامی، حالا صحبت می‌کنیم در رابطه با همین فایل صوتی اطلاعاتی، اومد که ایران میلیون‌ها دلار رفته هزینه داده به عرض کنم خدمتتون عراق که اینها برن در حرم کربلا و عباس و حسین و علی و اینا دعا بخونن برای فوتبالیستا که برنده بشن. من همونجا یه توییت زدم و گفتم 30 دقیقه بود پایان بازی، گفتم با این خبر گینا بخش کردن 100% دیگه همون گلی که خوردن اگه اضافه بهش نشه اینا گلی نمیزنن و میبازن، چون ابوالفضل بیچاره واسه خودش نتونست کاری بکنه، دستاشو قطع کردن، یه مشت آب نتونست بیاره، مشت آب که میخواست بیاره نتونست بیاره. بعد همین فیلمه ببینین، این 6 ثانیه هست. در عراق هزینه رفته، جمهوری اسلامی اینجا روی فیلم عربه صحبت میکنه، داره دعا میکنه. ابوفاضل العباس، ابوفاضل یا ابوفاضل ان شاء الله فوز للجمهوریه الاسلامیه بحق ابوفاضل العباس. ابو فاضل ان شاء الله. بله، حالا جناب استاد شرفشاهی در رابطه با آنچه دیشب در پارلمان فرانسه هم تصویب شد فرمودید، یه عکسی آقای شهرتی داره که این آدریان عزیزم، جوان خوشتیپ، آدریان قومی، ایشون نماینده پارلمان فرانسه است، ایرانی تبار است و در لیست دولت موقت ایشون هست و یکی از کسانی که من البته در ابتدا به خانوادهش، پدر مادرش شادباش میگم برای پرورش چنین فرزندان دلاوری که آدریان از همون ابتدایی که 2.5 ماه پیش جنبش ایران شروع شد، انقلاب نوین ایران شروع شد، در پارلمان فرانسه، در رادیو تلویزیون، در هر جایی بسیار فعال بود. آدریان قومی عکسش های شهرتی دارند که در جلو پارلمان دیشب که این مسئله تصویب شد با فرانسوی های بسیاری که حضور داشتن بله همینه، حضور داشتن. ایشون اومد اونجا و صحبت کرد، خیلی هم فعال هست، 33 سالشه این جوان، از دوستان مکرون هست و همونطور که شما اشاره کردید دیشب با اکثریت قاطع آقای شرفشاهی، یعنی پارلمان فرانسه تا حالا این سابقه نداره که نسبت به قوانین خود و مصوباتی که مربوط به خود فرانسه میشه 100% یه لایحه‌ای تصویب بشه. ما لحظاتی پیش به قطعنامه رأی دادیم که از جریان آزادسازی در ایران حمایت می‌کند. برای ما روز بزرگی است، زیرا می‌خواهیم پیامی به مردم ایران، ایرانی‌های خارج از کشور و ایرانی‌هایی که در اینجا در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه هستند بدهیم. ما در این قطعنامه به خیلی چیزها اشاره کردیم که می‌توانید در اینترنت آن را ببینید، ولی می‌خواهیم فقط بگوییم که سرکوب و خشونت نباید در ایران مجاز باشد و نباید ببینیم علیه بچه‌ها و کودکان، زنان و مردان از خشونت استفاده شود. باید جلوی آن گرفته شود. تمامی 149 عضو پارلمان به این قطعنامه رأی دادند و این برای ما بسیار مهم است. این نخستین گام از گام‌های قدرتمندتر است، زیرا ما خواستار اعمال تحریم علیه آن دسته از مقامات حاکم در ایران هستیم که سرکوب و خشونت اعمال می‌کنند. این پیامی بود که ما می‌خواستیم در شورای ملی مطرح. این رأی تصویب شد، یک دونه رأی مخالف هم نداشت. Remarquez que pas mal de personnes avaient peur de soutenir la révolution et la population, en tout cas iranienne. Peur de quoi? Peur de se faire taxer d'islamophobe. Pourquoi? Parce que le fait de voir des slogans du genre « à mort la République islamique » ou bien de voir des images de jeunes enlevant le turban des mollahs dans les rues, geste totalement symbolique, et bien on pourrait penser que c'est un peu islamophobe tout ça. Alors figurez-vous que la République islamique, en fait, c'est le nom du régime qui est au pouvoir en Iran depuis 1979. Un régime autoritaire, dictateur, qui n'a aucune gêne à massacrer et torturer sa propre population afin de maintenir le pouvoir. من همینجا به مردم سرحشور ایران شادباش میگم، میبینید که در خارج از کشور خدمتگزاران شما دارن انجام وظیفه میکنن. مردم شما سپاسگزارتون هستم، نسل جوان که اومدین. بیزارم از دین شما، نفرین به آیین شما، از دینه پیشانی ها، دلهای سنگین شما، دلهای سنگین شما، ای شهر بی آیین شده، ای مردم. این پیر پاتالا پدر مادرات میگه خون شما دارن میفروشن. آقای ما بارها در برنامه ها صحبت کردیم، چه در برنامه شما چه در برنامه خودم اسناد پخش کردم که اینها پدر مادرها رو میخرن، اینها بچه هاشونه که میکشن، اینها حالا ترس هم نیست، بیشترش پوله. اینا با پولی که در اختیار اینا میذارن که تو همین فایل صوتی که 2 ساعت هست و اشاره کردید بهش منتشر میشه و شده الان این همه جا هست، دوستان میتونن برن گوش کنن. من امروز حدود 5 ساعت از وقتم رو گذاشتم، این رو 2 بار گوش کردم که نکته هاشو در آوردم. هر رسانه و صفحه ای از این 2 ساعت کمتر 30 ثانیه، 1 دقیقه، 2 دقیقه رو پخش کرده و ازش استفاده کرده، ولی ما همه این فایل رو در اختیار همه گذاشتیم که در صفحات مختلف ما میتونن برن خوب گوش کنن، چون جناب شرفشاهی اسقاط نظام رو این نشون میده. حالا آقای شهرتی از تو این 2 ساعت هر چه تیکش رو دلش خواست پخش کنه، 30 ثانیه، 1 دقیقه شو که ببینید، هر جاشی که گوش بکنید میبینید یک اسرار بسیار مهمی رو اینها پس از دیدارشون با خامنه ای که در همین نشست هم من به اطلاع همه برسونم، در همین نشست که برنامه ضبط شده، چون خامنه ای از قدیم و الان بیشتر تمام نشست‌های مهم رو با ویزیون میبینه، یعنی مثل اسکایپ که الان ما داریم، اونا سیستم حتی از زوم هم قوی تر دارن که خامنه‌ای تو خونش اکثر جلسات هیئت دولت، پارلمان، چیزا رو لایو میبینه و به موقع مداخله میکنه. البته این شبه خامنه‌ای، چون این جاسوس و عامل روسیه در ایران هست دیگه. من اینو چون گفتم تکرار مکررات نمی کنم، برحال همین مارمولک عروسکی که به نام خامنه‌ای اونجا هست که شنیدید هفته پیش خواهرزادش دوباره فریده رو بازداشت کردن به خاطر یک سخنانی که منتشر کرده بود، سخنان رو که فرستاده بود. اینا مانع شده بودن که از واتساپ خارج بشه. این به همین دلیل پس از اینکه زندانی شد بعد 48 ساعت به دست ما رسید که نپخش شد. یعنی کسی که حتی الان آقای شرفشاهی عزیز زنش، یعنی من خانم منصوری خجسته باقرزاده که زن سیدعلی خامنه‌ای است براش احترام قائلم، چون من ایشونو میشناسم و همیشه اون سابقم با خامنه‌ای موافقت چندانی نداشت. الان هم اگر این یه روز بیاد مصاحبه کنه بگه خامنه‌ای هست درست ولی نیست، برادراش که اومدن گفتن اونا رو من تاکید میکنم. چرا؟ برای همین که فایل صوتی که منتشر شده آقای شرفشاهی توش اسرار مهمی رو میگه. 30 ثانیه شو یه دقیقه شو آقای شهرت اگه پخش کنم که سند داشته باشیم، بعد مطالب زیادی توش هست، من خلاصه وار خدمتتون میگم. بله از خونه و زندگی خبرنگارا یه مستندسازی کنن تو فضای مجازی پخش بشه که اینی که میگفتن اینا جاسوسن و پول گرفتن بی‌اعتبار بکنن، احتمالش خیلی زیاد است. این بعد نکته بیشتر قضیه که صحبت اینا میشه برداشت کرد که خیلی دولت داشتن مقررا میکردن، نشون میده دولت نمیخواد ورود کنه. صحبتی داشتن تو برخوردها میگفتن وزارت اطلاعات خیلی محترمانه داره برخورد میکنه، اطلاعات سپاه خیلی استاد شرفشاهی، من اینو به آگاهی شما برسونم که این صوت 2 ساعت کمتر تمام برنامه‌های گذشته شما رو ما رو اینا تأیید میکنه. من چیت میگم براتون، یک مزدوری شمخانی رئیس امنیت ملی به عربستان سعودی و اینکه ایشون قاتل بوده 98 96 تمامی قتل‌ها رو اون انجام داده و الان تو همین جلسه آقای قاسم قریشی و دیگران اشاره میکنن که حتی مسخره میکنن شمخانی رو، میگن شمخانی میخواسته مثل سابق مثل گله گوسفند آدم بکشه نتونسته بکشه، حالا زر اضافی داره میزنین و غیره. اینا خودشون اینجا میگن. مورد دیگه که تو این فایل بهش تاکید میشه این که آقای شرفشاهی تو خود کادر حکومتی نظام جمهوری اسلامی یه طیفی به نابودی رژیم، یعنی میگن رژیم نابود شده، اینجا چون تاکید میکنه میگه رژیم نابود شده، اسمم میاره و بعد میگه که تو همین فایل میگه که یک عده‌ای رفتن از این به اصطلاح اصلاح این اصلاح طلبها، اینها رفتن یه عده‌ای با مجتبی خامنه ای، این مجتبی خامنه ای رو اینجا توی فایل میگه بیت دفتر بیت با مجتبی ملاقات کردن که خودش قصه داره میگم. یک گروه 4 نفره دیگه رفتن با رئیسی، یک گروه دیگه رفتن با اژه‌ای، یعنی و یک گروه هم با قالیباف. همه اینا که خودشون رفتن از خود نظام با اینا صحبت کردن شرفشه، همه به استثنا گفتن رژیم نابوده از بین رفته است، چه باید کرد؟ رئیسی به اینها پاسخ داده. رئیسی گفته روحانی هم وقتی کلید رئیس جمهوری رو به من داد، همونجا که به من دست میداد به من گفت یک خرابه تو برو توش، این تمومه، این تو پرتگاهی. گفت اینو من بهش گفتم تا اگر میگی که من جام بذارم به تو برم من نخواهم رفت، من وای میستم همینجا، ولی کشتاری که شما کردین به حساب من گذاشتین و غیره. خلاصه تا این حد اینا دعواشون شده. بعد نکته مهم شما هم فرمودین استاد شرفشاهی، درست گفتید، اینه که یارو میگه که خامنه‌ای گفته این وزارت اطلاعات چرا خوب عمل نمیکنه، چرا با مردم لبخند میزنه، با اینا چرا خوب باشون برخورد میکنه، چون میدونید در داخل نظام قدرت های زیادی که هست. وزارت اطلاعات هم ما یه وزارت اطلاعات داریم که زیر نظر ریاست جمهوری، یک اطلاعات سپاهی داریم که زیر نظر سپاه قدرت برتر و اصلی رو اون داره که خیلی خشنه، کشتار قتل عام ضرب و شتم، سپاه قدس اینا به دستونه. ولی این وزارت اطلاعات این وریه، این کسیه که مثلا همون یه بار زمان خاتمی اومد گفت وزارت اطلاعات آدم کشته، سعید امامی مثلا گرفتن، یا مثلا الان اینها با لبخند برخورد میکنن ولی اونا میزنن میگن پلیس بده و پلیس خوبه. این رو مشخصا یعنی همونطور که رئیسی موقعی که آستان قدس دستش بود داشت یک سری چیزا میکرد، خامنه‌ای برداشتش، اینجا هم احتمالاً اینها رئیسی رو قربانی خواهند کرد آقای افشاری، چون خودشون به این باور رسیدن که رژیم